نیویورک تایمز با اشاره به نقش پررنگ اعضای تاجیکستانی گروه سنی های تنروی داعش خراسان در حملات اخیر آن مدعی شد نیمی از اعضای این گروه تروریستی اهل تاجیکستان هستند این رسانه آمریکایی در گزارشی با اشاره به نقش فرنی اعضای تاجیکستانی داعش خراسان درباره حملات اخیر این گروه نوشت تنها در سال گذشته تاجیک ها در حملاتی در روسیه، ایران و ترکیه و همچنین نقشه هایی برای انجام حملات در اروپا که پیش از انجام خونسا شد دخیل بودند. گزارش مسکور افزود، کارشناسان میگویند گمان می, می رود داعش خراسان چندین هزار نیرو داشته باشد که تاجیک ها بیش از نیمی از آنها را تشکیل می دهند. نیویورک تایمز تأکید کرد آنچه اتباع تاجیکستان را در برابر جذب توسط داعش آسیب پذیر می میکند نظام کنونی دین ستیزی و فقر فزاینده در این کشور است که به نارضایتیها دامن میزند و میلیونها کارگر مهاجر را به جستجوی زندگی بهتر در خارج از این کشور سوق میدهد محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع و رئیس کمیسیون امور امنیتی حکومت طالبان پیش از این گفته بود اتباع تاجیکستانی و پاکستانی در حملات داعش بر مساجد، خانقاها، علمای مذهبی و مکانهای عمومی در افغانستان دست داشتند وی همچنین تصریح کرده بود شمار زیادی از اتباع تاجیکستانی و پاکستانی در عملیات نیروهای طالبان کشته و شماری هم بازداشت شدند وزیر دفاع حکومت طالبان همچنین از کشورهای تاجیکستان و پاکستان خواسته بود تا مرزهایشان را کنترل کنند